دنبال تشدید محاصره اشرف و اقدامات سرکوبگرانه نیروهای عراقی و در حالی که شکنجه روانی مجاهدان اشرف توسط ماموران اعزامی وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس با صد بلندگو وارد دهمین ماه خود می شود، در شرایطی که مالکی در سفر اخیرش به تهران دستورالعمل‌های جدیدی از پاسدار جلیلی و تروریست بدنام قاسم سلیمانی برای اعمال تشدید فشار و سرکوب ساکنان اشرف دریافت کرده است، روز دوشنبه اول نوامبر دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا و پرزیدنت کمیته بین المللی در جستجوی عدالت با رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجبی در محل اقامتش در اوورسورباز دیدار نمود تا ضمن اطلاع از آخرین تحولات و گفتگو با ساکنان اشرف تدابیر و اقدامات فوری برای مقابله با توطئه‌های رژیم آخوندی علیه ساکنان اشرف را در سطح اروپایی و بین المللی مورد بررسی قرار دهد. به خصوص که به گفته دکتر ویدال کوادراس افشای جنایات مالکی علیه مردم عراق و فراخوان گسترده مردم و نیروهای ملی عراق برای تشکیل یک دادگاه بین المللی به منظور رسیدگی به جنایات مالکی فوریت و اهمیت مضاعف اقدامات بین المللی در حمایت از اشرف را دوچندان می کند. به دنبال این دیدار کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که در برگیرنده 4000 پارلمانتر از سراسر جهان است، روز دوم نوامبر اطلاعیه‌ای صادر نمود که در قسمت‌هایی از آن آمده است. نایب رئیس پارلمان اروپا در تماس با ساکنان اشرف با آنان به گفتگو پرداخت تا شخصاً از آخرین وضعیت در اشرف مطلع شود. شماری از نمایندگان آنان و مسئولان کمپ از دکتر ویدال کوادراس و همکارانش در پارلمان اروپا به خاطر توجه ویژه‌ای که نسبت به اشرف مبذول می‌دارند تشکر کرده و در زمینه‌های مختلف آخرین وضعیت را به او گزارش کردند. نایب رئیس پارلمان اروپا در این تماس گفت همه این محدودیت‌ها و تعرضات و حملات به خواست رژیم ایران و به دستور مالکی صورت می‌گیرد.